میذاریم هنسفری. البته ایپاد همه عمل خب هنسفری یه موقعی شد شارژ ایپاد تموم شد یا به استایلمون نخورد. و آدامس یه دستمال کاغذی داریم کیف کمک های اولیه. از افتاد پور میشم. آرش هم اصلا نوز به دلم نمیشینه. برم فقط ببینم چه جوریه به میگه. خیلی خوشگله. خیلی خوشگله که فازش خیلی خوبه. داریم کلی جاها میگرد. دلم میگرفت خیلی خوشگله. نمیدونم بخرم یا نه. نه شاید سر کنم. چند تا دوتا؟ داره مریضه یا بیشتر بگم؟ زن بشنبین الان ساعت دوازده بوده میشه کنم. باستان بگیر آجی هنوز هم بچه ها توی کتاب فروشی بسرم ببینه چه فضاییه. وسیله ها رو میخوام بهتون نشون بدم. اول از خوراکی ها شروع میکنم که اینه. بعدش هم میرم سراغ کتاب ها. اول چیزی که خریدم اسنک پیاز جعفریه، سرکه نمکیه، اسنک سرکه نمکی، پنیر خامه ای فرانسوی راست شده نمتابش چیه فرقی خوش رنگ بود گرفتم. لواشک گرفتم، نوشیدنی خریدم،
که گرفتم باز تو ولگای بعدی و ویدیوهای بعدی هم موقعی که خوندم دارم میخونم براتون ازش میگم. اولین کتابی که گرفتم این بود بچه ها، وابی سابی. اسمم خیلی خوشگله. من کتاب بادوم رو هم زبان کره‌ایش رو خوندم هم زبان فارسیش رو، و الان دلم می‌خواد که زبان انگلیسیش هم بخونم که ببینم چه جوری است. کتاب بعدی زبان فارسیه، در جستجوی آلاسکا. خیلی به هم وایب خوبی میداد این دختر، بخاطر اینکه بچه ها خیلی ویدیوهاشو برام میفرستادن، واسه همین یه دونه گرفتم ببینم که دقیقاً چه جوریه کتابش. کتاب بعدی که گرفتم دختری که در اعماق دریا افتاده. بچه خیلی کتابش وایب خوبی خوشگلی میده. حالا میخونمش ببینم که چه جوریه. گفتن که خیلی معروفه این کتاب. میخونیم ببینیم چه جوریه. من که رنگ آبی بچه هم تو بذارم میز که ست شه با وسیلام. یه کتاب ترسناک هم گرفتم، دختر گم شده، و از این نوع اینجوری که قراقاتیه خیلی خوش آمد، یه وایب باحالی به هم میده. کتاب بعدی ما تمومش میکنیم، فصل اولش رو گرفتم با زبان اصلی بازم. و کتاب بعدی هم هر رو در نهایت میمیرند ای باف دایت دی اند. حالا من زبان انگلیسیم افتضاحه، ولی این از کتابایی که گرفتم. و آخرین چیزی هم که گرفتم بچه اینه، این قسمت هایی دستم نما کنیم بچه ها، به خاطر اینکه مداد زیاد دستم میگه تو خدا فوکوس کن نکنیم برامرده شده. این بانداج ها کمک میکنن که دیگه دست آسیبی نبینه. گرفتم ببینم چه جوریه. اینو باز کنیم با هم ببینیم چه جوریه. و تو آنباکس کردن عالی هم بچه نکنیم. بچه این جوریه، قشنگ دور انگشتتون میپیچین چی میچسبه، دوتا که ببیچین میچسبه، و زمانی که دارین مینویسین دیگه دستتون یه جورایی فرو رفته دیگه پیدا نمیکنه، و واسه همینم خیلی خوبه، مخصوصا برای افرادی مثل من که خب خیلی مینویسم، روز به مینویسم، برای بچه ها زبان یاد میدم اون چیزا، این برام خیلی خوبه. صورتم رو بشورم و سر کار مختلف خودم انجام بدم. چرا باید دمپایی اونجا باشه؟